اون دوای علمی حتی یه بار وقتی موزه امسال همه چیز عوض شده تو کلاس اصلا مفاصله میگیریم و همش هم مجبوریم ماسک بزنیم. وای، یعنی سر کلاس همه تون ماسک میزنین؟ آره مجبوریم بزنیم به خاطر ویروس کووید. وای بله بله میدونم. اما وقتی میریم بیرون میتونیم درشون بیاریم و با دوستان بازی کنیم. وای پرچیسته چقدر خوب که با دوستات میتونی بازی کنی. اما اون بازی که مثلا که دنبالشون میخواییم داره بعد دست میزنیم که بیرون میرن نمیتونیم بکنیم. بله بله باید فاصله بگیریم و دست هم دیگه نمیتونیم. بله بله یعنی هم دست نباید بزنیم. پرچیسته اومدم دوستان برات من باز برم من ماما کجا امروز که مدرسه نیستش که باشیم بعد کباب بخوریم. کجا بری؟ جوجه کباب بخوری؟ بختیار یه نه پیکنیک داشته باشیم. به به چقدر خوب. باشه باشه برو خوش بگذره بهت. بای بای. باشه خدا به. بای 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 بای. میگم سویل جون ما نمیریم بکیار. بکیار برای چی؟ پیکنیک، باربیکیو، جوجه کباب. ای شیطون گشنت شده؟ بله بله. جوجه کباب میخوان؟ بله بله. الان زنگ میزنم بیارن. نه نه، اونجوری نمیخوان. پس چجوری میخوان؟ خودمون درست کنیم. خودمون؟ بله. بابا ما الان نه جوجه داریم، باید برم بیرون، من اینقدر کار دارم واقعا وقت نمیکنم، بی خیالش. خب من حوصله‌ام سر رفته. به دوستات تکست بده. همه‌شون رفتن بیرون. برو با پرت به سیمرغ تکس بده. چرا؟ خب مگه نمیگی حوصله‌ام سر رفته؟ خب بهش تکس بده دیگه، حوصله‌ات سر نره. ایران به جاذبه‌های تاریخیش تو دنیا معروفه. همه هم برای دیدنش کلی ذوق دارن. چون دوست دارن بدونن مردم ایران قدیم به چی فکر میکردن و این جاها رو چطوری و برای چی میساختن. بریم که چند تا جاذبه تاریخی ایران رو با هم ببینیم. شما تابستونا وقتی گرمتونه چی کار میکنین؟ کولر روشن میکنین؟ خودتون رو باد میزنین؟ تو آب میپرین؟ یا دوش میگیرین؟ ایرانی ها قدیما تو تابستون توی یه اتاقای زندگی می کردن که بالاش بادگیر بود. کار بادگیر این بود که باد گرم رو از خودش عبور می داد و توی تونل تاریکش هوای وارد شده رو خنک می کرد و بعدش این هوای خنک از روی آب حوضی که وسط اتاق بود رد می شد و هوای اتاق رو خنک تر می کرد. به همین خاطر میتونیم بگیم اولین کولرهای دنیا بادگیرها هستن که فقط هم انرژی باد رو مصرف میکنن و جالب اینجاست که اختراع ما ایرانی هاست. شما الان با خانوادتون چطوری سفر میرین؟ احتمالاً با هواپیما میرین و میاین و توی هتل هم میمونین. اما قدیما که مردم سفر میکردن نه ماشینی بوده، نه جاده‌ای و نه تابلوی راهنمایی. اونا با کاروان یعنی دست جمعی با شتر و اسب یا پیاده سفر می کردن و راهنمایی هم داشتن که اسمش ساربان بوده. اما تو شب ممکن بوده راهشون رو گم کنن. به خاطر همین تو ایران برج‌های بلند آجری درست می کردن که بالاش آتیش روشن می شده تا مسافر را از دور توی شب نورش رو ببینن و راهشون رو پیدا کنن. به این برج ها که کار راهنمایی مسافرا را انجام میدادن فانوس صحرا هم میگفتن، مثل فانوس های دریایی که ساحل رو به دریا نورد ها نشون میداده. خب کاروان ها بعد از چند ساعت راه رفتن خسته میشدن و نیاز داشتن که هم خودشون و هم حیواناتشون یه جایی استراحت کنن. میدونستین اولین هتل های دنیا تو ایران بوده؟ اما خب اسمش هتل نبوده، بهش میگفتن کاروان سرا. کاروان سرا یه جایی بوده که هم اتاق داشته، هم آب داشته و حتی برای مسافرها غذا می پختن توش. مسیر راه‌های کاروان رو تو ایران خیلی زیاد بوده. از شرق به غرب می رفتن یا از شمال به جنوب. همین جاها وایسین. اینجا سیستان و بلوچستانه. قدیما نزدیک زابل یه شهری بوده که همه‌شون هنرمند و صنعتگر بودن
و کلی چیزای خوشگل درست میکردن. یکی از این هنراشون نقاشی روی یه ظرف سفالی بوده که تصویرش متحرک بوده. مگه میشه تصویر متحرک روی یه ظرف سفالی باشه؟ بریم ببینیم چه خبر بوده؟ روی این ظرف تصویر یه بز و یه درخت تو 5 حالت کشیده شده بوده که اگه این ظرف رو به چرخونی انگار بز بلند شده و برگ اون درخت رو داره میخوره. خب انیمیشن هم همین جوری درست میشه. تصویر یه چیزی رو در حالتهای مختلف میکشن و اونو پشت سر هم نشون میدن. انگار داره حرکت میکنه. پس میتونیم بگیم اولین انیمیشن دنیا تو ایران درست شده. همه اینایی که گفتیم فقط یه کوچولو از جاذبه های تاریخی ایرانه، اما یه عالم جاذبه دیگه هم وجود داره، مثل قنات، آسباد، چارتاقی، حمام، کبوترخانه و خیلی چیزای دیگه. زلزلک بیا، غذا حاضره، بیا ببین چی پختم. قشنگ دستاتو بشور 20 ثانیه. بیا که ببین چی پخته سهیل. چه مرغی زلزلک. زلزلک کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ بیا غذا سرد میشم. زلزلک بیا بابا، گشنمونه، بیا بیا سرد میشه. زلزلک چرا جواب نمیدی؟ بیا ببین سهیل چی پخته، از دهن میافته، بکشم برات. زلزلک کجایی؟ قایم شدی؟ کجایی؟ رفتی زیر میز؟ زلزلک پرشو شده اینجا انداخته. زلزلک نگران شدم، چرا جواب نمیدی؟ بس صدفی زنگ بزنم نکنه رفتی بشه صدف. سلام صدف، خوبی؟ ببینم زلزلک پیش توه؟ نه، من هر چی صداش میزنم غذا درست کردم اصلا جواب نمیده، فکرم اومده پیش تو. راست میگی، آدرس تو رو نداره. میتونی بیای؟ آره بیا، من منتظرتم. خداحافظ. پس آقای پلیس حتما به ما خبر بدین، خواهش میکنم، ما خیلی نگرانیم. مرسی. چی شد؟ سهیل نمیتونم پیداش کنم، تو اتاقش نیست، زیر تختش نیست، تو حیاط نیست، هیچ جا پیداش نمیکنم. تقصیر منه. I don't know where Zazalake is. وای خدایا، تقصیر منه دیگه. خب چه اتفاقی افتاده؟ بابا نگاه کن، ما تو داینینگ روم نشسته بودیم، من لپتاپم جلوم بود داشتم کار میکردم، اونم لپتاپش کنار خودش بود داشت با دوستاش حرف میزد، بعد دیگه نمیدونم هی گفت حوصله‌ام سر رفته، جوجه کباب میخوام، نمیدونم از این جور چیزا، منم اینقدر درگیر کارم بودم اصلا دیگه بهش توجه نکردم، بعد دیگه اصلا غیبش زد، هر چی صدای زدم گفتم زلزله کجایی، همه جا رو گشتم نبود که نبود. سهیل آخه یعنی چی؟ میدونم اشتباه کردم. یعنی تو نمیتونستی یه ساعت براش وقت بذاری؟ بله بله میشد که وقت بذاره. زلزلک تویی؟ بله بله خودشه. کجایی؟ من برگشتم خونم. خونه؟ خونه کجایی؟ من تو رو پیدا نمی کنم. من برگشتم خونه خودم. کدوم خونه؟ خونه تو که اینجاست. نه خیره، اصلا اونجا خونه من نیست، هیچکی اونجا منو نمیخواد، هیچکی منو دوست نداره. نه ما دوستت داریم، کی گفته اینو؟ بله
بله نه خیلی، یعنی اینطوری هم نیست، هیچکی اونجا واسه من اصلا وقت نداره. زارزار اگه نمیدونم کجایی صدای منو اگه میشنوی ببین من سهیلم. بابا من دوستت دارم، صدف دوستت داره، ما اشتباه کردیم، ازت عذرخواهی میکنم، ما باید بهت بیشتر توجه میکردیم، برگرد. نخه دیگه دیر شده، من دیگه برگشتم خونه خودم. خونه خودت؟ بله بله. خب با میایم دنبالت، کجایی؟ من نه خودم. نه نمیشه. چرا نمیشه؟ خب نمیشه برای اینکه نمیتونم. چرا نمیتونی؟ برای اینکه من گیر کردم. کجا گیر کردی؟ بابا جان اینجا تو این باکس گیر کردم. باکس؟ کدوم باکس؟ بله بله. باکس رو میگه، شاید اونه. بیاره، شاید اون توه. بیارش بیارش. نفسم گره. تو این تو چه کار میکردی؟ زلزل دستاتو بردار ببینم، دستاتو بردار بیا پایین. بله بله بله. قایم نشی، ما نگرانت میشیم. بله بله. ما دوستت داریم. Really? We love you. I love you too. یه کلاتو درست کنم. خیلی خب. حالا یه های فای بده. آها. آفرین. آی. دوستتون دارم بچه ها. اینا چی آوردی اینجا؟ لپه و نمیدونم اینا از کجا اومد؟ وای 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 رومینا، من داشتم اینجا وسایلمو جمع میکردم میبینم اینجا لوبیا اینا اومده، از کجا اومده؟ یه کار بدی کردم رومینا. آخ زازالک چی کار کردی؟ میدونی رفتم تو آشپزخونه، خب گرسنم بود، آخ رفتم بالای کابینت بیسکویت بردارم، خب دستم خورد شیشه نخل لوبیا ریخ رو زمین. ریخ رو زمین؟ آخه زازلک این کارا خطرناکه، اگه یه چیزی میخوای ولی راه دستت نیست بگو یه بزرگتر صدف یه سوهلی بیاد گرسنته بده یه بیسکویت بدن. بله 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 گرسنم بود دیگه. بله دیگه شکمو بودن درد سر میسازه واسه آدم. حالا ببینم اینا رو چیکار کردی با خودت؟ حالا چیکارشون کنیم اینا رو رومینا؟ اینا خب حیفن دیگه، رو زمین ریختن نه؟ بله بله. خب میخوای؟ میگم رنگاشون خوشگله، میتونی اسراف نشن بیا باشون یه کار دستی درست کنی. وای میتونیم باشون یه چیز خوشگل درست کنیم؟ با هر چی میشه، مخصوصا چیزای طبیعی، اگه آدم یکم خلاقیت نشون بده یه چیز خیلی قشنگ میتونه درست کنه. بله بله. چی مثلا؟ بیا حالا ناراحت نباش ببینم، مثلا این لوبیاها قرمزن، قرمز مثلا چی داریم قرمزه؟ گل قرمز. گل قرمز، خب بیا یه گل درست بکنی. بله بله. من از بله. این کاغذا دارم اینجا، میگم داشتم جمع جور میکردم یا میبینم برای من لوبیا آوردی زازلا. وای رومینا سپاس. خواهش میکنم. خب بیا یه دونه گل این وسط بکشیم، چند تا گل خوشگل، یه گل خوشگل چند تا پر داشته باشه، اینم ساقه گل و میتونیم برگش همینجور با مداد بکشیم چون قراره الان این لوبیاها رو بچسبونیم جای گله. خب؟ بله بله. حالا ببینم این قرمزا بیا یکم از این چسبه، ولی این داغه ها، این چسبای اینجوری حتما بله. اگه بزرگتر کمک بگیم، اگه شما هم خونه اومدین بیسکویت بردارین زدین شیشه لوبیاها افتاد، این کار دستی ها حتما درست بکنیم ولی با کمک یک بزرگتر چون این چسبه خیلی داغه. بله بله حالا بیا من... حتما از بزرگترها کمک بگیم. حتما. حالا بیا یکم ما این چسبو جای این گلپرا بچسبونیم که بتونیم این لوبیاها رو به جا بدیم اینجا. دقیقاً وای دوباره بخار کرد. دوباره بخار کرد. آره دیگه واسه همین میگم حتما کمک بگیرین. ولی خب مثلا میتونین بگین لوبیا رو کجا بچسبونین، حتی طرحشو چجوری، یعنی بچه‌ها نقاشی بکشن بله؟ بعد از بزرگترا کمک بگیرن برای چسبوندن نخل لوبیا. دقیقاً نخل لوبیاهایی که از شکم موی افتاد. آی 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 آی. خب حالا یکم اینا رو اضافه بکنیم. این مثلا قرمزا مثل پر گل میشه، سبزا رو میتونیم عدس، سبزا عدسن، اونا رو میتونیم جای برگ بذاریم، ساقه بذاریم. دقیقاً. بله، حتی بله. خونه درست کنیم، آفتاب درست کنیم، خورشید رو درست بکنیم. بله بله بله.
چه چیزای خوشگلی میشه باعث. بله حالا بیا با یه چسب بیشتر اینجا میذاریم و حتی مثل اکلیل که میخواین یه چیزی رو اکلیلی بکنین، اول چسب میزنین بعد همینجور اکلیلا رو میریزین روش. بله. هم همین کار رو با این عدس ها میتونیم بکنیم. من این چسب رو زدم، دارم این عدس ها رو میذارم میریزم دیگه، خودش میچسبه دیگه به هر جایی که چسبناک بود. خب ببینیم داره خوب پیش میره فعلا. بله ببینیم. خیلی خوشگل داره میشه. آره خوب شد این لوبیا رو انداختی. پس یادم باشه بازم بندازم. نه دیگه حالا دفعه دیگه ننداز، ولی این دفعه اشکالی نداره. حالا اینجا برگش رو درست میکنیم، بازم همین فقط یکم چسب زدم اینا رو میریزم روش. حالا اگرم مثلا دیدین یه چیزی میخواین درست کنین که رنگ لوبیاها نمیخوره، بعد از اینکه خوش شد و لوبیاها رو چسبوندین، میتونین با رنگ روش نقاشی بکنین روش. بله بکر. بله بله بله. این با چیزای طبیعی خیلی چیزای قشنگ میشه درست کردا. بله خیلی خوشگلن. حالا یه گل خوشگلتر من اینجا دارم که تو قاب گذاشتم، میخوام نشون بدم ببینی چی میشه. وای تو اینا رو قبلا درست کردی. آره دیگه قبلا درست کردم به عنوان کار دستی، ولی اینا هم میتونیم استفاده بکنیم که یه وقت اسراف نشن. بله بله خیلی خوشگله خیلی خوشگله. بچه های تو خونه هم میتونن از این چیزا درست کنن برای ما بفرستن رومینا. بله بله حتما، ما که خیلی خوشحال میشیم کار دستی بچه ها رو ببینین. بچه ها اگر لوبیا عدس نخود اضافه آوردین یه جا چند تا ریخ، یه کار دستی خیلی خوشگل درست بکنین، میتونین تو قاب بذارین که یه چیز متفاوت بشه، بزنین به دیوار. بله بله. و حتما حتما با هشتگ TKT و هشتگ تیرگان کیدز تایم و ما نشون بدین، عکساتون رو پست کنین با اون هشتگا که ما ببینیم. بله بله حتما برای ما بفرستین. بله. رومینا بریم اینو کاملش کنیم. بله کامل بچه خدافظ خدافظ. بیا با هم کاملش کنیم. چی دیگه میتونیم اضافه کنیم؟ وای ای سلام زارزانه. های آقای پلیس. چطوری؟ I'm good. حالت خوبه؟ بله بله. چه خبر؟ آقای پلیس. جانم. خبر داری که من امروز گم شده بودم؟ راست میگی؟ بله بله. سوهی به شما زنگ زد فکر کنم. به چه شما بری زنگ زد؟ 911. آفرین. خب. بله بله. تعریف کن واسه من ببینم چی شده بود زارزانه. آقای پلیس. میدونید سوهل به من توجه نکرد اصلا. راست میگی؟ بله بله منم ناراحت شدم. خب رفتم خودمو قایم کردم. چرا این کارو کردی؟ بعد اونا فکر کردم من گم شدم. خب گم شدی دیگه، وقتی خودتو قایم بکنی یعنی گم شدی زارزالک. این یعنی گم شدن؟ آره یعنی گم شدن. خب وقتی بچه ها گم میشن باید چی کار کنن آقای پلیس؟ بچه ها وقتی که گم میشن خیلی کار باید بکنن. چی کار؟ اولین کارش اینه که باید به 911 زنگ بزنن. بچه ها خودشون که نمیتونن آقای پلیس، میتونن؟ ولی پدر مادرشون این کار میکنن. بله بله خود بچه ها باید چی کار کنن؟ بچه ها باید یه جا وایسن. بله. تا اینکه یه افسر پلیس بهشون نزدیک بشه. بله افسر پلیس like you یا؟ آره از کجا هستم میدونیم افسر پلیسم؟ یه ذره نگاه کن روی لباستون چی نوشته؟ پلیس. آفرین. بله بله حالا زلزلک هر کسی که یونیفرم داره پلیسه؟ I don't know. نه خیلی ها تو این کشور یونیفرم تنشونه، ولی همهشون پلیس نیستن. یونیفرم پلیس دارن اما پلیس نیستن. نه یونیفرم دارن ولی پلیس نیستن. یونیفرم پلیس اینجاش بزرگ نوشته چی؟ پلیس. پلیس. بله. ولی اگه مدرسه نرفته باشن نتونن بخونن چی؟ نمیدونن. خب حالا دیگه تعریف کن بعدش چی شد؟ خب شما به من بگو اگه نرفته باشن مدرسه باید چی کار کنن؟ ببین پلیسا معمولا کلاه دارن. بله. ولی اگه کلاه هم نداشته باشن اسلحه دارن. وای. و مشخصه که پلیس هستن.
بله، با کلاه و لباس و اسلحه. ولی چیزی که تو باید خیلی بهش توجه بکنی زازلک، بله، با هیچ غریبه‌ای صحبت نکنی. نکنم. بله بله بله، سهیلم بهم گفته، صدفم گفته با غریبه ها حرف نزن. درست بهت گفتم. وقتی گم میشم فقط باید برم سراغ پلیس. آقای پلیس. بله بله، ما بچه ها آقای پلیس رو خیلی دوست داریم. ما پلیس هم بچه ها رو خیلی دوست داریم. تنکی آقای پلیس. وقتی که کمک بخوای به چه شماره ای زنگ میزنی؟ فکر کنم که سهیل بهم گفت زنگ بزن 911. آفرین. وقتی که زنگ بزنی به 911، بعد یه افسر پلیس مثل من میاد به کمکت. بله بله. بعد تو خیابون وقتی گم شدیم با غریبه ها اصلا حرف نزنیم، نه؟ ببین زازدک، داستان اینه که تو غریبه ها رو چون نمیشناسی، بله، نباید باشون حرف بزنی. بله بله، اگه یه غریبه اومد با ما حرف بزنه چی؟ من اگه جای تو باشم باهاشون حرف نمیزنم، راهمو ادامه میدم. تو همیشه باید با بزرگترات توی خیابون باشی. بله بله، با بزرگتر. تنها که نمیتونی از خونه بری بیرون، اینو که میدونی. بله بله، تنها هیچ وقت نمیتونی در خونه رو باز بکنی، یواشکی بری بیرون. این کار خیلی خیلی بدیه و از همه مهمتر، بله، بزرگترات دوچار مشکل میشن با قانون اگه این کار بکنی. بله بله، من اصلا در خونه رم به روی غریبه ها باز نمی کنم آقای پلیس. همیشه هم در قفل کن. بله بله بله. آفرین. بله. تو بچه خیلی خوبی هستی زازلک، خیلی باهوشی. میگم آقای پلیس، جانم، میشه یه قصه پلیسی بر من تعریف کنی؟ یه قصه بذار. بله بله، من قصه خیلی دوست دارم. یارم میاد که یه بچه گم شده بود. مثل من؟ مثل تو. بله. توی اکسیبیشن پلیس. میدونی اکسیبیشن پلیس کجا؟ نه. توی دانتان تورنتو یه مکانی هستش که بهش میگن نمایشگاه. بچه که وقتی که گم شده بود وایستده بود اون وسط و دور تا دورش آدم ها گرفته بودن، ولی با هیچ کسی صحبت نمی کرد. با غریبه ها حرف نزد. میدونی چرا؟ نه. چون اونم یه بچه باهوشی بود مثل تو. بله؟ منتظر بودش که فقط افسر پلیس بیاد که اون اطلاعاتو به افسر پلیس بده. بله بله، پلیس آفیسر لایک یو. دقیقاً. وقتی که من با همکارم که بهش نزدیک شدیم، بلافاصله پرید بغلمون و ما پدر مادرش رو براش پیدا کردیم. وای. زازدک، میدونی تو همیشه باید آدرس خونه تو بدونی؟ بله بله، بعد آدرس خونه‌مون رو بلد باشم. بلدی دیگه، بلد نیستی؟ بله بله، هشتگ تیرگان کیدز تایم. درسته. آفرین. شماره تلفن مامان و بابا چی؟ شماره تلفن سهیل و بلدن. بله همون. بله. بسه اگه بله. یه شماره تلفنم بلد باشی کار ما رو راحت تر میکنی. بله بله، خیلی ممنون آقای پلیس از خواهش این میکنم. همه اینفورمیشن خوب که به ما دادین. خواهش میکنم زازر، یادت باشه ما همیشه اینجا هستیم که به تو کمک بکنیم. کار افسر پلیس کمک کردن به آدم هاست. بله بله، پلیس دوست بچه ها. Then give me a five for that. Yes, yes, give me a five. چی کار میکنی؟ دارم دنبال یه چیزی میگردم. ببین من دیگه حوصله‌ام داره سر میره. تو خدا زازالک، دیگه حوصله‌ات سر نره. خب؟ نه نه، منظورم اینه که خوابم میاد. اوکی، that's fine. الان پیداش میکنم. چی؟ امروز دنبال یه داستان خاص میگردم برای. خب این همه قصه تو این کتابه هست. آره، ولی میخوام امروز یه داستان که خیلی دوست داری رو برات تعریف کنم. اسمش هست داستان زال و سیمرغ. وای! آره. زال و سیمرغ. آره. زال پسر سیمرغ. خیلی خب پیداش کردم. من اومدم. بله بله. آره؟ بله بله، من اومدم. بفرمایید. روزی روزگاری پادشاهی تو ایران بود به نام منوچهر شاه. منوچهر شاه یه پهلوانی تو قصرش داشت به نام سام. سام؟ آره. سام تو دنیا همه چی داشت، فقط اینکه بچه دار نمیشد. ای بابا. آره، بچه نداشت تا اینکه یه روز خدا به اون و همسرش یه بچه داد. هورا! آره. سام هم حسابی خوشحال شده با اسبش رفت سمت خونه‌شون. اینجوری
تیکوب 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 تیکوب. آره دقیقا. تا اینکه رسید به خونهشون دید سوت و کوره، هیچ کس حرف نمیزنه، صحبتی از بچه نیست. چرا؟ حالا به گوش کن ببینیم چی شده دیگه. همون موقع پیرزن مهربونی که توی خونی اسفام کار میکرد اومد جلو، تبریک گفت، گفت شد شامل تو یه پسر زیبا داری که کاملا هم سالمه، فقط یه چیزی هست که باید بدونی. وای چی بود؟ و اون اینم اینه که موهاش مثل برف سفیده. وای. آره پوست تنش هم سر. وای. سام رفت که ببینه بچه رو ولی باورش نمیشد، واقعا موهای بچه سفید بود. وای. آره. چرا این شکلی بود؟ خب ببین بچه آلبینیس بود دیگه، یه سری از بچه ها هستن که دنیا میان موهاشون سفیده. خلاصه تصمیم گرفت که بچه رو ببره یه جا رهاش کنه. وای خیلی کار بدیه. خیلی. بله آدم بچه خودش رو هر جوری که باشه دوست داره. بله ولی خب دیگه زمان قدیمه دیگه. بله خلاصه بچه رو گرفت و که اسمش زال بود بردش و... زال. آره زال بردش پای کوه البرز و اونجا رهاش کرد و برگشت خونه. خیلی کار بدیه. آره خیلی واقعا. بعدم از عذاب وجدان گرفته بود. وای وای بچه همینجور گریه میکرد. شب شد دیگه خسته شده بود. آخه تفلک. آره تا اینکه سیمرغ که بالای کوه خونش بود صدای گریه بچه رو شنید. سیمرغ. آره پرواز کرد و اومد پایین، بچه رو برد خونش، بردش و بهش غذا داد و ازش نگهداری کرد. دیگه زال زالک روزها گذشت، شبها گذشت، سالها گذشت، تا اینکه دیگه زال بزرگ شد، شد جوون تنومندی. بزرگ. آره. بزرگ بزرگ شد. دقیقا. حالا از اون ورسام یه شب خواب دید که آره پسرش هنوز زنده است و داره یه جای زندگی میکنه. بله بله. آره رفت پیش کسایی که خواب تعبیر میکردن براشون تعریف کرد. اونام گفتن وای تو چه کار بدی کردی. بله خیلی کار خیلی کار بدی کردی. وای وای وای. ولی اینو بدون که زال زنده است. وای آره. زال یکی ازش نگهداری کرده و الان داره زندگی میکنه. نگفتن که سیمرغ بوده؟ نه نه نمیدونستن. فقط میدونستن آره، که فقط... یکی ازش نگهداری. دقیقا. بله بله خلاصه. سیمرغ مهربان. آره واسه بله. همین سام تصمیمشو گرفت، گفت من میرم دنبالش بعد برش گردونم. بله بله خلاصه رفتم کوه البرز. سیمرغ هم از دور دید که سام داره میاد، دوزاریش افتاد، گفت اوکی پس اومده دنبال زال. بله پدرشه. آره رفت زال رو صدا کرد، گفت بیا پسرم بشین اینجا بخوام باهات صحبت کنم. زال گفت چی شده؟ گفت ببین پدر واقعیت اومده، فکر میکنم از کارش پشیمونه، اومده که تو رو برگردونه خونه. میخواد بگه پسرم بیا بریم خونه. آره میخواد بیا خونه. زال گفت آخه من که نمیتونم تو رو ول کنم، تو این همه برای من زحمت کشیدی. بله بله. منو بزرگ کردی. زال چه پسر خوبی. آره بله بله. ولی خب سیمرغ راضیش کرد که ببین تو باید برگردی پیش خانواده. بله واسه همین دیگه اونو راضی کرد و بهش چند تا پر داد. مثل آره. همین پر من. دقیقاً به منم پر داد. آره بهش چند تا پر داد و بهش گفتش که هر وقت مشکلی بود این پر رو بسوزون، من میام کمکت میکنم. آه ولی به من مسیج میده. آره بله بله. آره. خلاصه دیگه زال اومد و رفت پیش سام. سام تا زالو دید افتاد به پاش و بغلش کرد، بوسیدش، ازش عذرخواهی کرد. بله گفت پسرم. پسرم. آره خلاصه همدیگر رو بغل کردن و رفتن برگشتن به خونشون. وای وای پدرش اومد بردش خونه. آره رفتن که دیگه خبر پیدا شدن زالو به همه بدن. به 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 به. آره. تموم شد؟ آره دیگه. چه قصه قشنگی. خیلی خیلی دوست دارم اینو هر شب برام بگی. باش هر شب برات میگم. خیلی خوب دیگه وقت خوابه. زول پهلوان پسر سیمرغ. بله خیلی خوب دیگه لالا خوابه. آره بله بله خب بخوامم دیگه. شب بخیر. بله شب بخیر. شب بخیر. سپاس که این قصه قشنگ. خواهش میکنم. خواهش میکنم. سپاس. خواهش میکنم. Good night. Good night.